جلسه پیش در مورد انسانهایی که خونه ندارن صحبت کردیم. بگو ببینم بهشون چی میگن؟ بی خانه. آفرین. میتونی یه کلمه هم بگی که هم ردیف بی خانه باشه؟ بیگانه. عالیه. خب بگو ببینم جزئیاتی که بیگانه چیه؟ بی و گانه. خب حالا بگو جمع بیگانه چی میشه؟ بیگانگان. آفرین. یه بیگانه کیه؟ یه بیگانه کسی که همیشه بیگانه نیست. چطور؟ یه بیگانه فقط توی یه سرزمین بیگانه است. خب جواب چندان پرتم نیست. حالا چرا یه بیگانه فقط توی سرزمین بیگانه احساس بیگانگی میکنه؟ بیگانه که توی کشور بیگانه احساس بیگانگی بکنه، توی اون کشور بیگانه بیگانه است. همون وقتی اون بیگانه توی کشور دیگه احساس بیگانگی نکنه، دیگه اون کشور بیگانه یه بیگانه نیست. درسته. حالا اگه یه بیگانه مدت زیادی توی سرزمین بیگانه زندگی کنه، بازم یه بیگانه است؟ خیر، یه بیگانه زمانی که همه چی رو تو اون کشور بیگانه دید و باهاشون کاملا آشنا شد، دیگه تو اون کشور بیگانه یه بیگانه نیست. اما خب یه چیزایی میتونه برای ساکنان بومی یه شهر هم بیگانه باشه. درسته، مثلا فامیل ما عارض تمام چلو کباب و پیزا فروشه بلدن، اما تئاتر شهر موزه مردم شناسی براشون بیگانه است. پس برای ساکنان یه شهر یا کشور خیلی چیزا توی کشورشون بیگانه است. حالا بگو ببینم این عبارت ادبی بیگانه ای در میان بیگانگان به چه معنیه؟ پس که مسابقه جهانی خرس وسط رو برگزار کنن، اگه یه بیگانه از یک کشور بیگانه وسط باشه و یه عده بیگانه هم از یک کشور بیگانه دیگه دورش ایستاده باشن و به هم پاسکاری کنن، تماشاچی خودی به اون خرسه، ببخشید، به اون بیگانه که وسطه میگن بیگانه در میان بیگانگان. شهروند کیه؟ شهروند کسیه که براش بیگانه ترین چیزی بیگانه هم بیگانه نیست. به شهروند اگر یه شهروند اگرچه تمام افراد بیگانه رو نمیشناسه، اما با اول نگاه متوجه میشه با یه بیگانه طرفه. خب حالا اگه یه بیگانه از یه بیگانه دیگه آدرس بپرسه چی؟ اگه یه بیگانه توی شهر بیگانه از یه بیگانه دیگه که اونم تو اون شهر بیگانه هستش یه آدرس بپرسه که براش بیگانه هستش، بیگانه دومی به بیگانه اولی میگه ببخشین این آدرس بیگانه که پرسیدی برای خود منم بیگانه است، چون منم خودم تو این شهر کشور بیگانه بیگانه. خب متضاد بیگانه چیه؟ نابیگانه. پس وقتی یه بیگانه یه آشنا داره، اون آشنا اولش براش بیگانه بوده، ولی از طریق روابط متقابل این دو نفر با هم دیگه بیگانه نیستن. هم اگه دو نفر با هم به یه سرزمین بیگانه برن چی؟ والا من جواب این سوالت رو نمیدونم، مگه اینکه خودت بدونی. این دوتا آشنا تو این سرزمین بیگانه بازم بیگانه هستن، چون این دو نفر آشنایی بودن تو اون سرزمین، پس در این سرزمین با هم بیگانه میشن. خب ولی این خیلی پارادوکس داره ها. میشه دیگه، پارادوکس میشه.